درود رو سلام به کانال یارش خیلی خوش اومدین. خیلی ممنون که همراه ما هستید. همراه سحر هستیم با ریاکت روی کار جدید ساسی به نام پیچ. ترکیش خیلی کلمه بدیه بچه‌ها. منظورم پیچ انگلیسی بود، هلو. پیچ هلو. خب پیچ به انگلیسی میشه هلو دیگه. آها ترکیش خب نگو. ترکیش نه، ترکیش به معنی خیلی بده همون ببخشید حرومزاده خودمون میشه. ولی یه لحظه گفتم تو فکر ترکیه نه؟ نه من منظورم کاملا انگلیسیش بود. آره. سخت در اشتباهی. خیلی ممنون که همراه ما هستید. لایک و سابسکرایب بکنن دیگه. بله. من یادت اصلا ما راضی نیستیم. حالا کیفیت رو عوض کردیم، سیستم عوض شده. می‌خوایم کار ریاکت داشته باشیم. قبلا هم داشتیم. حمایت بکنید موسیقی ساسمان کن از اون کارهای کاربردی که قبلا راجعش توضیح دادم. حالا بریم و برگردیم بیشتر توضیح میدم. به نظرم با هم بریم بیایم 3-2-1 مثلا بریم بیایم. آقا مجددا خوش آمدن. خیلی ممنون که با ما همراه هستید. عرضم به حضورتون که ساسی مانکن این کاری که داره سر من سری موسیقی رو دستبندی کردم جز کارهای کاربردی است که حالا مثلا تو مهمونی تو خلوتت ساسی مانکن گوش میدی؟ اصلا گوش نمیدی. خب ولی تو مهمونی گوش میدی حال میکنی یا تو ماشین؟ مجبورم دیگه. آفرین. به خاطر اینکه موسیقی کارهای کاربردی و به نظرم توی سبک خودش خیلی خوبه. من دوست دارم. آره چرا که نه. جالبه که مهمونی وقتی ساسی پلی میشه اصلا هیچ کی دیگه نمیتونه بشنه. همه بولن. تمام دقیقاً همینطوره. و جالبه این که با آرش خوندن این دفعه. اول کاور کارو ببینیم دیگه آهنگساز و اینا که نداره دیگه. همش اگه اشتباه نکنم خودش این ممبرادرز بود که کارهای تنظیمشو انجام میداد. کاورش به این شکل همونطور که مشاهده میکنید هلوه. چرا شبیه حضور نه من چرا فکرم حضور نوشته الکی هلو. ساسی فیت آرش این لباس هایی رو چی میدازه دورم؟ آجار. نه بابا آجارش اینا کاری ندارم. یه سریالی بود قهوه تلخه دیگه. آه راست میگی. آره دقیقا اون لباس بابا اتی بود. چی بود اون یکی هم لباسی بود که مرحوم چیز بازی میکرد یادم. خیلی ممنون. اسمش چون یادش رفت شما برای ما کامنت کنید همون که خودش داره کار. عارف لورستانی بازی میکرد. خودشون برن در بیارن. گفتی خیلی بیادب. موافق کار گوش بدیم دیگه. بریم. آمادگی های لازم قبل از گوش دادن آهنگ. به نام خداوند بخشنده مهربان. بله. نیت میکنیم که. اوکی. یس. آقا 3-2-1 ساسی آرش نه سفم بذار من این چیز بگم. این اولش که اون ملودیه رو زد اگر تا آخر کار هم شنیده بشه بعد نیست حداقل فکر شده است. ولی کارهای ساسی ریتمش یکیه دیگه فقط ملودیش عوض میشه. آره دقیقا همش تکرار یعنی انگار داره تقلید میکنه. الان اینی که داره میخونه دقیقا انگار مجموعه کارهای قبلشه و موسیقی کاربردیه. قبلا توضیح دادم راجبش موسیقی که توی مراسم و نه اتفاقا به نظرم خلاقیت داره میدونه چی بخونه که بگیره. نه شعرش خوبه. موزیکا همه تکراریه. موزیکش خب ملودی متفاوته. اون من برادرز حالا ضبطا یکی میشه بعضی موقع ببینیم یعنی ببینیم که بشنم. چلا به این بدن همه دافار زدن مهمونی روی هوا سارش ساسی اومد. بله آرش هم خودش معرفی کرد با ساسی اومدن. یه طرف بکنم این داستان. آقا ما یک بار ضبط گرفتیم و دکمه رکورد رو نزده بودیم. سحر در ضبط قبلی این شکلی بود. خدا شاهد اینجور خودش ها فکر چی داره میگم. من دوستم که داری سمفونی بتوون گوش میدی آیا؟ نه میدونی که چه جوریه. تو آخر برنامه بهش سیکه انداختم. خب کاش زب شده. نه من بچه زب شده الان اومده داره حال میکنه با هم. نه من یه بار شعر رو گوش میدم که محتوای اونو بتونم پیش خودم تحریک کنم. اگه محتوا نداره بده بری ببین ماشاءالله عجب فیسی با اون قد و بالای سکسی نبه عجب کیسی چقدر خوشگلی تو. مرسی. اینجا چی میدونستی میگی مرسی؟ چرا؟ چون که دابسمش رو زده بودم. دابسمش رو زده بود. ممنون. ادامه کار تلو تلو را میره این داره به گا میره. من واقعا عذرخواهی میکنم بابت استفاده از این کلمه از مخاطبهای محترم.
از همسر گرامی و همچنین اون پدر مادری که با بچهشون فیلم میگیرن و آهنگ ساسیو میذارن. بعد میگن که تو باعث میشی که بچه ها رو افکار بچه ها تأثیر میذاری. خب عزیزم شما با بچه ویدیو میگیری نمیدونم اونجاست بزرگه اینجاست کوچیکه بلدن آقا یعنی... من میگم ممنون نکنید آقا اوکی بذار گوش بدم ولی اون پدر مادری که دیگه با بچه میاد دابسمش میگیره این قسمتاشو بده همین قسمتی که میگو این کلمه هم کلمه بدیه به نظره نه خب این کلمه بدی نیست اینجایی که میگه آره قشنگ نیست خب اینجایی که داریم میگه داریم بگاه میریم عذرخواهی میکنم اومده خود ساسی استوری کرد بود مادره با بچهش همینو استوری کرد بود خب من نمیفهمم اوکی آره این پشل زده باد کرده میزنی زمین هوا میره هنریش باحال بود انقدر تزریقی و ژل زیاد شده خب آقای ساسی اگه اینا نبودن ساسان حیدری با آقای ساسان حیدر اگه این توپا نبودن که ویدیو کلیپای شما داداش اینا راست داره میگه بله این در دفادت دریم میگه من آدم اولیم اینجاشو دوست داشتم اینجاشو دوست داشتم حالا اون چی رو ولی علازم دوست چرا چون یه تلوعی توی ملودی حالت پاساژ اومد یعنی تغییر زد پاساژ چیه؟ نه همچی گفتی آره پاساژ چیه؟ بله پاساژ هم که داشت میشه پاساژ نه یک تغییر داستانی اومد توی ملودی و اینجا که داشت میخون ملودی داشت میزد یه بار دیگه اینجاشو گوش بدیم من اینجاشو دوست داشتم خلاقیت جالبی بود این در و دفادت درین و میگه من آدم اولیم این ملودیه که میزنه با حاله با مزه بودو منو بغل کن منو بچگی بغلیم ببین یه نکته من مجبورم اینجا بگم آقای آرش که جایزه بین المللی هم گرفته ایشون و حتی تو گفتی با یه خواننده کی بود میخوام گفتی امروز به من گفتی امروز نظرم به من چی گفتی اصلا بگو راستشو تو برنامه که این یعنی پس رفت که شما از اون درجه که با اون حتما شما بچه ها میدونم من اسمش هم الان یادم رفته با اون خواننده معروف رپر امریکایی نویسید برام داده بود و ببین آرش من اصلا طرفدار صدای آرش هستم یعنی اینو بهت بگم یعنی یه چیزی بهت بگم من ساسی و حاضرم تو خلوتم گوش کنم ولی آرش ولی تنها خواننده ایرانیه که خیلی از مغازه ها توی ترکیه من میرم صدا اوکی میشنم من چون بین‌المللیه چون بقیه رو نشنم اگه برن زنده بک مثلا گوش بدن شاید خوشش میاد حالا خیلی خواننده دیگه فرض خیلی هستن شاد میخوان خب شاد حالت بین‌المللی داره با خواننده ترکیه الیاس هم خونه آهنگش خیلی قشنگ ببین آقای آرش تمام صداش با ملوداین اوتوتیونه خب من قبلا تو برنامه همین کانال بررسی کردم اگر از لحاظ موسیقیایی بخواد بررسی کنید ساسی مانکه صدای خیلی بهتری از آرش داره حتی توی این آهنگ خیلی واضحه اون کنسرتاش هم که دیدیم آرشو اصلا کلن همش با دستگاهشون و پلی بک صدا نه الان ترکارم آورد تو کار دیگه سلیچوک سویون دیگه همه میدونید دیگه حالا خیلی دوست دارم این داستان اینا ولی با مزده است اینها همون تیکه‌ای که سر به نظرم ترند میشه تو اینستا تو ذهن مردم میمونه میدونه چی بخونه که طرف مثلا برای دابسمش کار میکنه برای اینکه معروفیتش اینجوری بشه دابسمشاشو بذاره بدون من ببینی بیرون یه ذره شبیه کلمه ای شد اینجا حالا نمیخوام ذهنمو خیلی چیز کنم بدون من اینجوری شد یه ذره ولی قصد این کار که مطمئنم سلیچوک سویورو اینا سلامتی دا تایمون سلیچوک اصلا خوراکه میدونی رقص و این داستان هست دیگه خوراک مجلسه کاربردی رقصی داره باحال بودا آره ملودی وسط چند باحال دیدم جدیدم خودم هم تازه فهمیدم ندیدم مثل تو خوشگل عزیزم حال کامل صدا اوتوتیون ملوداینه یعنی صدا اصلا نداره آرش بعد تو میگی حالا از اون خواننده اومده اینجا برای ساز خیلی بهتر از آرشه خیلی هم محبوب تر به نظر لایه ما چی یه مو چی یه بوسی چیزی بابا کشی اینجا میشه بیشو
یه خواننده ای بود، یه گروهی بود تی ام اکس، حالا اسم تو سوسانه نه از سوسان حالا خانم. سوسانه 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 باشه همچین چیزی بود. آره شبیه اون یه گوشه نشسته تو گوشی باشه موشی چی بینوشی آخ نمیتونم را برم دادا چرا نمیتونم مشروب زیاد خورده آه. با هم رفتن تو مهمونی که حالا مشروبم خوردن عکسش هم جوریه انگاه حاملم دادا ببین این تیکیه که میگه حامله شب تو خیلی نخندی اگه برنامه قبول گفتم داری سمفونی اگه برنامه قبول بود گفتم داری سمفونی گوش میدی سمفونیه ولی این حاملم و اینا بین پسرای تیکه یکی که حالا استفاده میشه و خیلی خنده داره چون نمیتونن در حالت واقعی حاملشن همه پسرا یه چیزی که فشار میان بهشون میگن آقا حاملمو کردی مثلا برای همین من خیلی خندیدم بعد تو منو مس کردن که فاکتاپ کاملم داشت آه هلو اومد آهنگ که راجع به هلوه آره آهنگ که راجع به هلوه هلو اومد میگه پشو بیا چی چی جون هلو آره هلو یعنی سوگلی درباره منظورش شاید طبقه آها به قول تو شاید آره وقتش بکنیم شروع بچم تازه زدم چوش بلو بچم میگه یه سخن شروع میگه بچم تازه زدم چوش بلو ذهنش میرسه خب ذهنش همین جوریه کلا ذهنش اینجور ساخته شد بوتت میدم گلوب گلوب نه اینجوری که میگه بوتت میدم گلوب گلوب منو یاده چیز میندازه حالا جدا از این فنز و آینا یاد رانی ایران رانی دلم خواست آره. دلت خواست شد دلم رفتم تو آنگی توهی بلش کن دوست دارم بگی تو رو سری چک سری رو شاخ تران یکی رو همون کورس کاره که حالا گوش دادیم یه سری هم میگن چه میگه کورس ها اصلش کورسه حالا ما به کورس همه عادت دارن ما میگیم کورس این کورس اینجا هم دوباره ملودی شدم اول تو چخ ممنون میخوام بقل تو چخ ممنون دقیقا این اون آهنگی که یه بارم دیگه زده بود نمیدونم تو اینستا نرید و اینا یه جا میگفت حواله چونم نه دقیقا همون ملودیش همون جوریه که مطمئن باش این قسمت تابه دابسمشش خیلی زیاد پخش خواهد شد مثلا شک نکن روی بدن تو قفلم جون آخ دهن تو چخ ممنون نه ولی تو شاید جاذبه باشه سمفونی باشه ولی تیکه هایی که حالا پسرها میندازن رو داره میکنه بله سمفونی هم که نیست به ما نکنه شک و بابا چشم اب بود اینجا به بس مش رفتی؟ نه گوش دادم دیگه خیلی کار نداشت شعرهای ساسی گوش کردن بکش بیرون های حرف و بابا چشم اب بود یه بس بدین لبتون جون یک یکتون یک یکتون این تیکه ای که پخش شده تو اینستا اون بدن لام عصبتون جون یک یکتون یک دار ماسترا رو میدیم به دار اینو که همیشه میگه یکی دوباره میدیم به داستان اینو که همیشه آخر و اینو الان تو باید به نظر من به مخاطبه مخصوص کانال کیارش بگی چی بگم؟ تک یک یکتون یک یکتون یک یکتون آها از اون لحظه آخرش میگیم جون منو نگاه یه جوری رژیم بام بده انگاه ساواکی بودم زمان شاه داستان ساواک و اینا کلیشه ایه که حاملم اون کردن با این کلیشه اینجا میشن استفاده میشه و خب خیلی هی میگن اینا دیگه این بند خودم باش بدن میگه حاملم اون کردن حالا منم از نه میگن ساواکی هم جمهوری اسلامی میگم ساواکی نه شما برای ما مجاهدین شما مجاهدینی برای ما چرا؟ یعنی چی میگه که انگار من ساواکی بودم زمان شاه جمهوری اسلامی میگه شما مجاهدینی برای ما از اونم آها، بدتر آها ادامهش آها آها الان متوجه شدم به نفع ساسی بود در اصل این که الان گفت نه نبود نه. اینو شما برای ما بنویسید نه دیگه یعنی میگم آخه مجاهدین که میدونی که قفله اصلا نه خوشم نمیاد قفله اصلا آره. از ساواکم بدتره آره. میگم شما برای اون ساواک نیست از اونم بدتری از اون رسم بعد دستت که میخوره چرا میخوره بزن بزن تو میکروفون راحت یه چیزی در آقای ساسان حیدری برای من جالبه تو این سالهایی که رفته و ایشون داره میخونه از اون زمانی که اون یه موزیکی بود با همون علیشمس هم توش خورده مینداختن دختر رو تو سبد تلفن
پای تلفنمون میگفت، خیلی معروف بود آهنگش، حالا یادم نمیاد، خیلی ساله داره میخونه، خیلی ها اومدن و رفتن، تمام اون بچه هایی که حالا با خود ساسان هیدری بودن الان دیگه نیستن اصلا، خیلی هاشون، ولی خیلی هاشون هم یک نفری این همه سال توی این مارکت بمونه مداوم، یعنی این که سوراخ دعا رو پیدا کرد، یعنی که دقیقا میدونه که از کجا با مخاطباش ارتباط بگیره و این ارتباط اصلا همه چی دستشه دیگه، دقیقا و جالبه که هر موزیکی که میخونه اون موزیک سال میشه برای مخاطبه. گفتم خلاق است با اینکه سبک موزیکیش متفاوته، موزیکی چرا اینجوری شدم من میشه برای خستگی بچه از خواهی میکنم، با اینکه سبک موسیقیش متفاوته و کاربردیه ولی خلاقه تو کارش، من اینو همیشه گفتم. ببین ببین اون ملودی که اول کار بود، که اول کار بود موسیقیه، دقیقا در ادامه کار اومد، اینو دوست دارم. من برادرز اندفه جالب بود و تمام. 2 دقیقه و 58 ثانیه ویدیو بود، ویدیو که نبود، موسیقی بود. میتونی هنسوسه داره چون سمفونی به تو من تموم شده الان. عرضم به حضورتون که بچه ها ویدیوش بیاد، خب یه حال هوای دیگه ای داره ویدیوش، هم ما میدیم ریاکتش رو در جایگاه همون موسیقی که گفتم در داخل کانال. ممنون از این که همراه ما بودید، خیلی ممنون از شما که تشریف آوردید. خیلی هم ارادت دارم به یکایکتون رو میبوسیم و منتظر نظراتتون هستیم. سابسکرایب و حمایت و لایک کنید داستانم که اصلا آره دیگه بعد ویدیوش البته این دفعه 3-4 ماه گذشت داد دیگه، 2 ماه به 1 سال نذاشت، آره ولی خب منتظر. جالبه دیگه، موسیقی که میخونه میتره کنه، خلاقه، دمش کم، خسته نباشه، خیلی ممنون. نه خسته نیست، خسته نیست. آرش هم که حالا اونم خسته نباشه، خواننده نیست دیگه، بعد خدا حالا نمیدونم اون دیگه چرا اصلا اومده تو موسیقی، اومده تو بازی، چرا اذیت میکنه اینا، اومده تو بازی. نه واقعا خب بریم دیگه، خیلی ممنون، مخلص.